جرقه های جنگ قومی در شمال. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلیبرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. جرقه های جنگ قومی در شمال. به نقل صفحه رسمی 8 صبح، جنگ شمال پیچیده و مرموز است. شمال افغانستان مرکز مقاومت در برابر طالبان بود و امارت اسلامی این گروه از همین حوزه سقوط داده شد. طالبان تا 20 سال با نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا در جنوب درگیر بودند. با جنگ نیروهای خارجی هم بیشتر در جنوب کشور علیه این گروه جریان داشت. خاستگاه و پایگاه اصلی طالبان جنوب افغانستان است. جنگجویان و رهبران این گروه نیز اغلب از جنوب کشور بودند. پایگاه اصلی جنگ طالبان در برابر نیروهای آمریکایی و ناتو نیز جنوب بود. اکنون در روزهای آخر خروج نیروهای آمریکایی، گروه طالبان در شمال جنگ را تجدید کرده و سقوط ولسوالی‌ها و محاصره شهرهای بزرگ از شمال کلید خورده است. با آنکه اکثریت نیروهای ارتش فرزندان شمال هستند، این نیروها هم در جنوب افغانستان مصروف نبرد با گروه طالبان هستند. اگرچه مردم در تمام ولایت شمال علیه گروه طالبان قیام و مقاومت کرده اند، ولی به نظر می رسد که این همان چیزی است که دولت مرکزی می خواهد. حکومت مرکزی به گونه جنگ را مدیریت کرده است تا گروه طالبان و فرماندهان جهادی و مردم با نفوذ محلی در شمال مواجه شوند و با هم بجنگند. از نظر غنی که در حال حاضر جمهوری را از آن خیش و خود را متحد به حراست و دفاع از آن می داند، هر قدر این دو گروه با هم درگیر شوند و یک دیگر را ضعیف کنند، به نفع جمهوری و شخص غنی تمام می شود. با آن هم در روزهای اخیر رخ دیگری جنگ در شمال آشکار شده و آن اینکه این جنگ شکل قومی به خود گرفته است. جنگ شمال در ظاهر جنگ گروه طالبان با دولت و جمهوری دست نشانده است، اما پشت این جنگ عقده ها و ایده های قومی قرار دارد. با قدرت گیری گروه طالبان و گسترش ساحه نفوذ آنان، واقعیت این فرضیه اثبات خواهد شد. بر اساس گزارش های منابع مختلف، مارشال عبدالرشید دوستم، فرزند او که هر دو در صف اول نبرد در برابر طالبان قرار داشتند، با زهر مسموم شده اند. همچنان بالای خانه عطا محمد نور که در آن بزرگان بلخ جمع شده بودند و جلسه ای را برای تشکیل جبهه نظامی برای دفاع از این ولایت و جنگ با گروه طالبان برگزار کرده بودند، راکت فایر شده است. نوعیت حمله بر خانه آقای نور و سوی قصد و جان مارشال دوستم مشکوک و نشان دهندهی دست های پنهان در جنگ شمال است. سازماندهی این دو رخداد در حال حاضر از توان گروه طالبان بیرون است. این به آن معنا است که عده‌ای در داخل کشور مخالف مقاومت علیه طالبان و موافق اشغال سرزمین های مردم شمال هستند. جرقه های یک جنگ قومی آغاز شده است. طالبان و مردم محل در شمال شبیه دهه 70 برخورد می کنند. همان گونه که با مردم بومی مزار شریف، شماری و دیگر مناطق افغانستان رفتار کرده بودند. در یک مورد این گروه بیشتر از 400 خانواده بدخشانی را از ولایت کندز کوچاندند و آواره کردند. طالبان چند نفر از فرزندان این مردم را در مقابل چشمان آنان تیرباران کرده، دکانهایشان را مصادره کرده و هدایت دادند که خانه هایشان را ویران شود. 400 خانواده یاد شده اکنون به فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رفتند. کسانی که از کندز به اجبار کوچ داده شده اند در مصاحبه با رسانه ها گفتند که هیچ جرمی جز بدخشانی بودن و تاجیک بودن نداشتند. آواره های بدخشانی گفته که باشندگان دشت ارچی، چهار دره و قندهاری های کندز آنان را به بهانه نان و آب دادن به نیروهای امنیتی کوچ دادند. در حالی که در محله آنها نیروهای امنیتی از تمام مردم ساکن آنجا از جمله پشتونهای محل آب و نان و دیگر ماهی تاج به دست آورده بودند. در ولسوالی فرخار ولایت تخار چند خانواده گجر که مردمان بومی آنجا محسوب نمی شوند و در واقع از بخشهای دیگر افغانستان به این ولسوالی کوچ کرده، بیشتر جنگ را با نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی انجام داده‌اند. گفتنی است که گجرها بغلان هم به حمایت و دفاع از گجرهای فرخار و تخار رفته‌اند. در ولایت‌های شمال افغانستان همیشه یک نیرو و گروه بالقوه ناروزی و جنگی که در اصل مردم بومی آنجا نیستند و از جنوب افغانستان به این حوزه منتقل شده‌اند که از آنان به نام ناقل یاد می‌شود، وجود داشته‌اند. اکنون در ولایت‌های مثل تخار، کندز و بغلان
ولسوالی های به دست طالبان افتاده است که در آنها مردم غیر بومی زندگی می کنند. اگر وضعیت در شمال به همین منوال ادامه پیدا کند، شاید در روزهای آینده برخوردهای قومی شدیدتر و فاجعه بارتر شود. در این حال، به نقل صفحه رسمی 8 صبح، سفارت امریکا و طالبان، صلح با خشونت و ترور تامین نمی شود. 8 صبح کابل، سرپرست سفارت امریکا در کابل خطاب به طالبان گفته است که صلح با خشونت و ترور تامین نمی شود. راس ویلسون، سرپرست سفارت امریکا در کابل، روز شنبه 12 سرطان در تویتی و نقل از ایان مکری معاون خود نوشته است که طالبان برای ترساندن، تهدید و حمله به افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی تبلیغات خشونت آمیز و سخنان نفرت برانگیز نشر می‌کنند. سفارت آمریکا در کابل در روزهای اخیر به صورت مکرر از عملکرد طالبان در کشور انتقاد می‌کند. این سفارت روز گذشته طالبان را متهم کرد که در مناطق تحت تصرف خود رسانه‌ها را سرکوب کرده‌اند تا خشونت‌هایشان را پنهان بماند. گروه طالبان به این موضوع واکنش نشان داده و تأکید کرده که سفیر امریکا در کابل باید به کار خود برسد و در افغانستان پلیسی نکند. در همین حال، امریکا برای حمایت از نیروهای هوایی افغانستان در قطر یک پایگاه ایجاد می کند. 8 صبح کابل، وزارت دفاع امریکا اعلام کرده است که بر بنیاد یک توافق جدید برای حمایت لوجستیکی و پشتیبانی مالی از نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای هوایی افغانستان یک مرکز فرماندهی در قطر ایجاد می کند. جان اف کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، روز جمعه 11 سرطان گفت که این مرکز در قطر به منظور حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به ویژه نیروهای هوایی افغانستان ایجاد می شود. سخنگوی وزارت دفاع امریکا تصریح کرده است که برای حضور دیپلماتیک این کشور در افغانستان و پشتیبانی از نیروهای امنیتی یک واحد نیروی جدیدی زیر نام نیروهای آمریکایی افغانستان رو به جلو ایجاد شده است. این نیروها در کابل مستقر خواهند شد و فرماندهی آنها را پیتر وازلی، فرمانده نیروهای دریایی آمریکا بر عهده دارد. طبق اعلام پنتاگون، تامین امنیت دیپلماتان آمریکایی، کمک به تامین امنیت میدان هوای کابل، ادامه مشورت دهی و کمک به نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان در صورت ضرورت و اجرای عملیات های ضد تروریسم از مسئولیت های این فرماندهی خود. از سوی دیگر، وزارت دفاع امریکا می گوید که مسئولیت فرماندهی نیروهای امریکایی در افغانستان از اسکات میلر و کنت مکنیزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا موسوم به سنتاگام سپرده می شود. طبق اعلام این وزارت، میلر وظایف و مسئولیت های نیروهای امریکایی در افغانستان را تا هفته های آینده به مکنزی منتقل خواهد کرد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.